درود خدمت شما دوستان عزیز. بچه ها بعد از یه تقریبا چند روز خیلی کوتاه دوباره برگشتیم به بخش تاپ لدر، بخش خیلی شیرین لدر پوش که من توی همین ویدیو سعیم برای اینه که به برترینه کلش رویال برسم. الان توی وین سوم لیگ 9 هستم به لیگ 10 که تقریبا چیزی حدود 7-8 شبت رو با هم دیگه بزنیم، البته اگه همش برد باشه. من تا این لحظه باخته فکر نمی کنم آنچنانی داشته باشم، یه دونه کلا باخت دادم، اونم توی لیگای پایین بود. همونطور که مشاهده میکنی تا این لحظه بدون باخت، من به این دونه باختم، همین، یعنی من تو کل قابی که دارید مشاهده میکنید یه لدر پوش کلا یه باخت داشتم و میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم لدر پوش رو و توی در واقع بتل وسطای بتل منظورمه صحبت خاصی نمیزن در واقع نمیکنم و سعی میکنم که روی تمرکزم بیشتر کار بکنم. وین چهارم بریم با هم دیگه در لیگ 9 بگیریم. انرژیاتون رو با لایک کردن ویدیو به من ارسال بکنید، با کامنت گذاشتنتون برای من ارسال بکنید و ببینم ویدیوهای لدر چقدر خواهان داره. سیزن گذشته من اکثر ویدیوهایی که گذاشتم از لدر پوش بود و این سیزن هم خواهد بود همین موضوع و احتمال خیلی زیاد دقیقا مثل سیزن گذشته بشه. چند لمون این از امروز شما بیشتر لدر خواهید دید. 100% ویدیوهای دیگر هم حواسم هست، ولی خب بیس اصلی میره توی لدر پوش و امیدوارم که حمایت هاتون رو از بنده دریغ نکنید. که مادر ویچ داره، باید از همونجا جلوشو بگیرم. خیلی اکسیر خرج شد. بله، انتظارش رو نداشتم مادر ویش داشته باشه واقعا. شیت، این دیگه واقعا سخت‌ترین نسخه‌ای هستش که میشد به من بخوره، ولی هنوز تموم نشده. من تمام تلاشمو میکنم تو همین بازی رو براتون بگیرم. سیزن گذشته 88 شدیم، این سیزن قطعا میرم برای حداقل تا به 50 شدن، یعنی چیزی حدود 50 تا دونه کاپ از سیزن گذشته باید بیشتر بزنم تا یه تا به 50 بتونم بهش برسم. خب بکن از بکش ببینیم حریف کم میاره یا نه. این گریویارد همون که تقریبا بلا استفاده خواهد بود تا آخر بازی و میگم باید چی میشه. شت، نمیشه بچه ها، امکان نداره اینو بشه زد، امکان نداره واقعا. چیکار میتونم بکنم آخه؟ نهایت کار همینه دیگه، چیکار میشه کرد واقعا؟ به هر حال تلاشمو قرار بکنم، اینجوری هم نیست. دارک اصلا بتل اول یه مچاپ خیلی عجیب بهمون خورد، خیلی عجیب بود واقعا، از این سخت‌تر نمیشد، به هیچ عنوان نمیشد. هرحال بازی رو باختیم، فکر کنم توی لیگ 5 تا الان این اولین باختم بود و در کل دومین باختم توی کل لیگ 1 تا این لحظه که استارت ویدیومون شده که از باختا و دیگه واقعا نمیشد کاریش کرد. حقیقتا هر کاری هم میکردم این بتل باید به نفع حریف تموم میشد. لایتینگ هم داشت دیگه، سخت‌ترین ورژنی که یه ترکیب میتونه از خودش جلوی من به نمایش بذاره. بریم برای بتل بعدی، احتمالا یه ویدیوی طولانی رو برای همدیگه بعد بسازیم و یه ویدیوی خفن نیه بچه، تاپ لدر قرار واردش بشیم. عمر شیت،
ای بابا باید حواسمون بیشتر باشه. پشمام به این ترکیب. خب بچه ها این گارد واقعا بلای جونه شده، ترکیب هم شده واقعا. گارد هرکی داشته باشه میتونه شانس پیروزی جلو من داشته باشه واقعا. بیخیال ای خدا خیلی خوب بود، بچه‌ها خیلی جذابی بود. واقعا از خندم بود که بهش بیام کردم، هیچ منظوری نداشتم. واقعا عجیب بود، چطوری باخت؟ چطوری باخت واقعا؟ مراکو مراکشی بچه‌ها، مراکشی بودش و ببین برای بچه‌های بعدی، بچه‌ها خیلی عجیبی بود برای من. یه چند ثانیه سکوت کردم، کلا رفتم تو فاز جنگی و احتمالا از این باید همین کار انجام بدم. من زمانی که تو فوکوس کامل بتل میزدم اصلا یه چیز دیگه میشم در کل. بیخیال سوتی دارم میدم، اینا اشتباهی خودمه. خب بهتره که بس در سکوت کنم و ادامه بدم. انت سرویس این کی میتابر مثل این کی نمیخواد اکتیف شه. نمیخواد اکتیف شه بچه ها، نمیخواد. ولی من دارم با تورنادو بعد بازی میکنم و تو این بتل کینگ تاور اکتیف کرد در سرویس.
Oh shit. خیلی عجیب بود، بسید عجیب بود. اوه شیت، بعد 10 تا بسید برام بچه ها. بریم که دیگه نبازیم، بریم همه رو با هم دیگه درو بکنیم. همه رو ببرم بچه درو بکنم. Okay. بسیار عالی. خب بچه گفتم باید تمرکزم رو داشته باشم، حفظ بکنم باید تمرکزم رو. خب بچه نایت ایولوشن دیگه، آرچر چی میگه؟ میزنه؟ نو نزد. نرف شدن عروز اینجا به درد ما خورد برعکس شاید دفعات قبل. بچه نرف از خیلی سنگینی خورده این عروز، اصلا باورم نمیشد که اینقدر بخواد ضعیف بشه این بدبخت. بریم برای بتل بعد. احتمالا این بتل رو ببرم من خودم، یه دو سه تا بتل ببرم بیام بالا بکشم خودم مثلا توی چاروین آخر سوین آخر که دیگه اونجا کارمون رو ادامه بدیم. نخوام ویدیومون طولانی بشه، من خودم دوست ندارم مثلا ویدیو الکی بخواد طولانی بشه، یه ویدیو اوکی 40 دقیقه 50 دقیقه
کارو در بیاریم. اگه بخوام همه رو بزنم مطمئن باشید بالا یک ساعت، یک ساعت و حتی 30 دقیقه اینا طول میکشه. پس این بطل رو ببریم، من خودم چند تا بطل ببرم. شیت، چرا نایتو زد؟ سپورچی گهنت سرویس ثانی آخر. نگاه نگاه عوض میشه تصمیمش، زرنگ شده اسپارکی. نزن آف تورنادو داری کلک. عجب کلک بزرگیه. نایت. خب کارت ترسناکش رو انداخت. به نظرم با وجود حتی الکترو ویزارد این کارت خیلی ترسناکه، یعنی اسپارکی. خیلی بهتر از اینا میتونستم دفاع بکنم بچه، خیلی بهتر واقعا. خب من لول 16 فکر کنم میخواد سمت چپ رو حمله بکنم. خیلی عالی. خب الان ببینید تو اکسیر شماری جلو افتادم، کاملا جلو هم الان. اسپارکی برو دیگه، دیگه ول کن اون برا خدایی. چی میخواد این اسپارکی؟ شت. شاید اگه بومبر نمود الان تاورم افتاده بود، احتمالا 99%. بیا بی خیال برو اون ور. نرفت. بزن دیگه لام از سر. الکترو بیزارد ویل کنون دارک پرینسو، بذار بومبر کارشو بکنه. بچه ده عجیبی بود بچه، فراز و نشیب زیاد داشت. خب این بطن رو میزنیم تمام شد دیگه. اوکی یعنی رسیدیم به تقریبا 6-7 بطلی لیگ 10. چون نمیخوام بچه مثلا طولانی بخواد زیاد بشه، ببینید یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 بطل مونده، درسته؟ من خودم تا بین 8 میارم که 3 بطل آخر رو با هم دیگه در ادامه کار بزنیم و وارد فکر میکنم 1950 اینا بشیم که توی اولین ویدیوی لدرمون میشیم تقریبا اینجا خواه. آره تقریبا همینجا میشیم، چون من بچه کلن یعنی از لیگ 1 تا همین الان کلن 3 تا باخت داشتم، 2 تاش تو ویدیومون بود دیگه، من کلن 3 تا باخت داشتم. پس منتظر باشید. خب رفقا همون قولی که بهتون دادم، یعنی به 3 بطل پایانی برسونم کارم رو و ادامه کار رو با هم دیگه داشته باشیم. اگر این وین ریتی که قراره به دست بیارم که وین ریت خفنی هم هست کافی نباشه برای اینکه در واقع ما بتونیم به تاپ 100 برسیم، من حتی توی همین ویدیو بالاتر از لیگ 10 چند تا بطلی براتون میزنم. این بطلی هستش که زده شد، تقریبا همش رو دیدید. میگم نهایت باختی که تا این لحظه تونستم در واقع به ثبت برسونم 5 تا بود، یعنی بیشتر از 5 تا نیست، مطمئنم بیشتر از 5 تا نیستش. و 3 بطل پایانی بطل های مهمی هستش که باید بزنیم و ببینیم چی میشه. خب اسمش که ایرانیه کاملا، مثل اون مهدیه نیستش که حالا از مراکش بود، این کاملا ایرانیه.
لاپلیره به نظرم، یا نه نمیدونم بچه. هر چیه ریسکی بده میدیم. گولمه آخیش قشنگ دفع کردم اینجا رو، شانس آوردم عروض زود زدم. من فکر نمی کنم جلوی ناچ رو بتونه چیزی با چیزی بگیره، فکر نمی کنم. یعنی باید بربر رو بزنه دیگه، نهایت چیزی که داره بربر تکامله. بیبی دراگون کافی نیست تا تاور میفته 100% و برای اینکه جلوی هم بیبی دراگون گرفته بشه و هم تاور سمت چپش اذیت بشه یه همچین حرکتی میزنم. یعنی اگه بخواد دارک پرینس رو ویل بکنه نصف تاورش میره، که خب میدونه از این بابت خیالم راحته که در واقع یه تاورش رو گرفتم. بومبر رو میزنم که یه خود اسکول کنه اون کارت رو. من باور کن فکر میکنم بومبر یه ضربه رو بزنه حتی. ای لعنت بهش. به هر حال آخرین ثانیه های آها همینو میخواستم که تاور رو بندازم، یعنی خیالم از این بابت خلاصه راحت راحت باشه. سخته کارتایی که من ازش دیدم یه خورده به چسبونه میتونه تاورمو بگیره. بسیار عالی، کارش تمامه. 20 ثانیه مونده دیگه، الان 10 تا هم گولم بزنه کارش تمامه. دیگه نهایت کاری که میتونست انجام بده همین بود. بنده کارتا رو دیگه اذیت نکن لام از سب. نگاه بنده دیگه. دیگه نتم چجوریه؟ نتم اوکیه. من بهترین در واقع فیلتر شکن نمیشه گفت، یه شکن داره مثل شکنه بهش میگن، تو آیفون ریختم. شکن نیست، یه اسم دیگه ای داره واسه آیفونه، اشتراکیه. یعنی باید اشتراک بخری. 34 دلار مثلا سالیانه شد، من همون سالیانه شد خریدم 34 دلار، مبلغ خیلی خوبی به نظر من. اینترنتش فوق العاده است، دو سه روز خریدمش واقعا من ازش راضیم. بعضی وقتا مثل اون موقع کارتا رو میندازه ها، کارتا رو انداختنش میندازه، ولی یه مقدار انگاری که تصویر من دیر میرسه، ولی کارتا میفته. به هر حال دو مرتبه پایانی هستیم رفقا. خب اینم از لاوا دیگه، اینو مطمئنم لاواه. آخه چی میتونه باشه به جز لاوا؟ اونم یه لاوا پرسپله بیمغز. ای کاش پکا میرفتم بچه ها. من فکر کنم بربر داره و ترس بربر پکا رو تنها نرفتم. یعنی باور کنید فقط به خاطر این بود. بازم اوکی. باید یه چی میشه؟ میبینید کارت رو میندازه اوکیه، ولی مسئله اصلی اینه که به من تصویری خود دیر مخابره میشه. این مشکلش همین، من هر کاری میکنم نباید تاورش بدم به هیچ عنوان، چون تاور دادم من مساویه با کینگ تاور رفتن. من نمیدونم لاوا پلیر رو منظورم خود ترکیبش کاری ندارم. فکر میکنن کارت بندازن، یعنی تفکری باید باشه دیگه. مثلا اوکی آقا شما فکر میکنی مثلا میخوای چیکار بکنی، پلنت چیه، میخوای چه حرکتی بزنی در یک دقیقه آینده. اصلا فکر نمیکنم یه ترکیب مثل لاوا کلن دارم عرض میکنم به چند دقیقه به چند ثانیه بعدش فکر بکنی. به نظرم اینطوری نیست، نه کنید لاوا رو بنداش یه چی میشه. الکترو ویزارد، وای الکترو ویزارد بد زدم بچه ها، بد زدم. با وید میزنه،
چرا اینجوری شد تصویر؟ من یه ساعت قبل از همه چی رو میبینم، تصویرم ریده. وای خدا به دادم برسه با اینترنت. دیدم ضعیفه، نمیدونم چیه بابا. بندا دیگه. وای من هیچی نمیدیدم، باور کنید من هیچ چیزی نمیدیدم. بذارید برم یه چک بکنم. یعنی واقعا مسخره شو در آوردن. بچه خدایی ببینید، 34 دلار اشتراکشو خریدم. یعنی نمیدونم چرا باید بازم با این حال اینترنتم با این برنامه مسخره که فقط دو روز اول انگار خوب بود اینجوری اذیت بشیم. به هر حال دیگه مشکلات ایرانی هست دیگه. خب بچه‌ها دو بتل پایانی در خدمتتون هستم. میریم برای پایان کار. A129 بازم با این که میگم دیگه رسید به عدد 6 باختمون، بازم آن کرده خیلی خوبیه. من تمام باختامو توی ویدیو دادم و تا قبلش اصلا نباخته بودم. اینم یکی از نتایجی هستش که من وقتی صحبت میکنم بچه ها. یکی از دلایل این که به نظرم ویدیوهایی که در گذشته با بدون صدا میذاشتم کیفیتش به مراتب بالاتر از حتی این چیزی که دارید میبینید بود، به خاطر این بودش که بچه‌ها من فقط اون موقع به تمرکز کردن فکر میکردم، نه به اینکه حالا من چی بگم الان، بخوام چه برنامه‌ای در واقع بهتون بگم. سر همین بوده بچه‌ها. یا خدا ترکیب چیه؟ مخلوطی از تمام چیزایی هستش که من میدونم، همه چی داره نامستم. گنگش واقعا تو مخنروه ها. بی خیال. چه میشه کرد؟ بعد ساخت و در واقع بعد دیگه یه همگی همچین کلمه داره، میگن بعد بسوزی و بسازی، همچین مسئله‌ای داره دیگه. ما تو ایرانیم و اینجور مسائل تو کشور ما عادیه، اینترنت رفتن و اینا چیز خیلی عادی هستش. واقعا بیشتر چیزی که داره اینجا اذیت میشه من، اما فکر نکنید حالا برای مهم نیست، خیلی اذیت کننده است اینکه کارت ها خیلی دیر انداخته میشه این وسط بازیم و من واقعا به چه چیزهای ابتدایی دارم فکر میکنم که کارت ها دیر انداخته میشه. به هر حال من با همین شرایط بازی ها رو میبرم براتون و ویدیوهامو براتون به مراتب همیشه بهتر و هر روز بهتر براتون گرفتم. اینم از بتل یکی مونده با آخر بود که به سلامت گذرانده شد و میبینید توی صفحه لودینگ تقریبا یه 6-7 ثانیه فقط صبر میکنیم تا لود بشه واقعا بازی. میریم برای بتل آخر دیگه، مسئله رو اینجا تموم میکنیم. اگر تا پس 105 نشدیم توی بحث وین ریت، حتی بتل هم براتون میزنم توی بالاتر از دیگه ده.
خب بچه ها میریم برای بتل آخر برای لیگ 10 شدنمون توی همین ویدیو و من خیلی زودتر به نسبت سیزن گذشته کار لده رو براتون شروع کردم. اگه یادتون باشه تو سیزن 34 روزه من دو هفته آخر تازه اولین ویدیو لده رو براتون گذاشتم. شما فکر کن 20 روز تقریبا از سیزن گذشته بود و من تازه اولین ویدیو لده رو براتون گذاشتم و الان فکر میکنم بیشتر از 3-4 روز بیشتر نگذشته دیگه و من دارم وارد تاپ لدر میشم. میدونم که خیلی دوست داری و بخاطر همین موضوع است که من الان دارم براتون بازی میکنم، وگرنه هیچ جدید دیگه ای نداره که من الان میخوام بتل بزنم و برم حالا جزء 100 نفر قرار بگیرم. میگم تمام هدف و اون چیزی که من دارم اینه که شما لذت ببرید، وگرنه اگه غیر از این بود مطمئن باشید من الان این ویدیو رو نمیذاشتم. جاینت بابا بندا جون مادرت، دیگه خسته شدم. این چیه خسته کننده نشده، بورینگ شده دیگه، دیگه مسئله از خسته کننده شدن گذر کرده واقعا به تو میگه. دیگه این مسئله بورینگ شده دیگه واقعا اذیت کننده که چرس کنم دیگه نمیدونم چی بگم. آخه جاینت هادیش من نتونست بزنه دیگه، این پلش میخواد منو به خاطر اینترنت ببره واقعا. خدا خب بچه ها یه بتله شاید باور نکردنی، ولی خب بهتون نشون نمیدم چه اتفاقی افتاد، شاید آخر ویدیو بهتون نشون دادم یکی از بتله باور نکردنی که همون داستان همیشگی رو توش داشتیم و یکی از دوستان لطف کرد دید من دارم اذیت میشم، همین شخصی که داره بازی رو نگاه میکنه به صورت لایف فکر میکنم همین باید باشه، برای من یه در واقع پروفایل بهش میگن یه همچین چیزی میگن برام فرستاده، میخوام تستش بکنم ببینم سرعتش چطوریه و دید که خیلی دارم اذیت میشم گفت اینو بزن شاید کارت را بیفته. ما هم داریم تستش میکنیم، به هر حال فعلا که خوبه، تا بعد ببینیم چی میشه. سرعت من یه همچین سرعتی شاید دو سه سال نداشتم. بذار ببینیم حالا در ادامه این پایداری رو نگه میداره یا نه. چیزی که من دارم میبینم واقعا یک سال بود که بیشتر از یک سال من یه همچین سرعتی رو تجربه نمی کردم توی سرعت انداختن کارت ها. منظورمه ناکنین با پینگ قبل از این بتل من باید زودتر این کار رو میکردم، مثلا زودتر این کارت رو میزدم و به هر حال ببینیم داستان از چه قراره دیگه. نزن نه بیرون اسکلت های لعنتی اومدن بیرون، باید نایت بزنم. بسیار عالی، سرعت فوق‌العاده‌ای دارم ازش میگیرم، سرعت عجیب و خوب. یکاش زودتر به این میداد اینو. خب گولم اکسیری رو زد، میریم برای پکا. گولم اکسیری بچه اون 59ش هم نمیتونست واقعا منو ببره دیگه، چه برسه به پدرهای دیگهش. بسیار عالی، ما چیزی که میخواستیم رو به دست بردیم. حالا دفاع یه بحثش جداست، یه دونه روز باید بزنم. بسیار عالی، یه دارک از بک و یه دونه نایت، ایوو نایت
یه تورنادو از همونجا باید خفه بکنی کارت رو بچه. خیلی خوشبینانه بخواییم حساب بکنیم چند ثانیه میتونه دوام بیاره حریف. خوشبینانه شو بهتون گفتم. بسیار عالی. حالا نوبت حمله است. واقعا چیزی نداره الان و اینجا در این لحظه تمام شد. بالاخره بحث لیگ ده به اتمام رسید. اگه تا پسد نباشم براتون بتل رو میرم. آره بریم برا بتل. کافی نیستش 250 این به درد نمیخوره. میگم این سر هم اینترنت هم یکی دو جا واقعا سر اینترنت نبود من بازی رو واگذار کردم و دیگه الان که خورده نت هم اوکیه بذارید ازش استفاده بکنیم و یکی دوتا بتل ازش بزنیم و بهره ببریم و یه خورده سرعت بالا رو تست بکنیم دیگه. بالاخره خیلی خوب تورنیدو اروز بسیار عالی. پکا ترکیبش همون ترکیب که عبدالعزیز کای یا مستر تتل تل تل یه همچین اسمی داره اون بازی میکنه با این ترکیب. ترکیبش میشه زد میشه واقعا. اون نیست بچه ها اون نیست. اون چیزی که الان داشتم در بایی صحبت میکنم همون مستر عبدالفتاح یه همچین اسمایی دارن اون نیستش. نه یکی دیگه است. این برحال سایکله داره چیکار میکنه؟ What are you doing bro? فکر میکنه من اکسیر الان ندارم. الان داره درست فکر میکنه. اگه الان فکر میکنه که اکسیر ندارم درست داره فکر میکنه. دهن سرویس. خیلی درست فکر کرد. فکر الان فاز دارم. شاید اصلا اگه بردم این بازی رو بازم ادامه دادم. خود فازم الان خوبه. خیال داداش چه دمیج خوبی چه دمیج فوق‌العاده ای. به به سلطان الکتروویزارد باف شده شاخ شده الکتروویزارد. بچه ها نظرتون چیه؟ تورنادو هم بزنیم تمام. این تورنادو باعث شد تا این بازی رو ببریم. شاید اگر مثلا نمی زدم دمیجی که میخواست. اوه وحشمان بچه ها الکتروویزارد چقدر خفن شده. دیدی چطوری زد؟ اصلا دیدی چه حرکتی اتفاق افتاد توی این لحظه؟ الکترونیزا چیکار کرد واقعا؟ پشمام دمش گرم خدایی. چند شدیم؟ صداشت خوب نیست. خب عزیزان میریم برای بتل بعدی. نمیدونم تا چه حدی توی این ویدیو بریم ولی میگم الان چون نتم خوب شد بالاخره تو آخرای ویدیو بهش دست پیدا کردم. دمش هم گرم این رفیقم خارجیه. نمیدونم چطوری همچین مسئله واسه اون
اصلا انگاری که فهمید من فیلتر شکن با فیلتر شکن دارم بازی میکنم. یه چیزی فرستاده اسمش گفت پروفایل، اینو اینستال کن توی آیفونت. اصلا پشمام ریخ، خیلی عجیب غریب بود. فیلتر شکن نیست، یه چیز خیلی عجیب غریبیه. تو سیتینگ رفتم، اصلا جالبیه. و فعلا که جواب داره میده دیگه. بعد بچه ببینیم تا چه حد نمیریم بالاو. بکا بچه ترکیبا ترکیبایی هستن که همون چیزی که در واقع تو متای گذشته بود. این که مثلا دارم بهتون میگم گریویارد زیاد شده، منظورم نیست که هر کس بیاد باش بازی بکنه. پلیرهای خاصش برگشتن، مثل کی؟ مثل سیاک، مثل وو. نه اینکه به این معنی باشه که اوکی حالا ترکیب قوی شده همه ازش استفاده میکنن، نه واقعا به این معنی قوی نشده این اسپلش یارد. و بگرنه خب الان ما باید یکی در میون اسپلش یارد به اون میخورد دیگه. از اول ویدیو چند بار به اسپلش یارد دیدید؟ هیچ بار. میگم پلیرهای خاص خودش کلان باش بازی میکنن، ترکیب سختیه واقعا. اسپلش یارد هر کار هر کسی نیست، هر چه قدم بگیم باف شده باشه، ترکیب سختیه واقعا. اگه یه ترکیب متال هم بخواد یادم بیاد بهتون بگم، ترکیب وو بچه ها، ترکیب ببخشید وو تاپ، وو تاپ اون، آره اون الان یه ترکیب سوپر باف و احتمال 99% ترکیبی هستش که به غیر از خود وو تاپ قرار خیلی باش بازی بکنن. آره اون ترکیب واقعا همینطوره. میریم برای این حرکت خودمون. اسکیلتاش لول 14. یه حرکت خفن و دمودوشورشو بزنه الان. بله خیلی خوب بوده این الکتروویزات، واقعا یه چیز بی نظیره. پکا الکترو رو بیزارد. آفرین. پکا میزنه؟ نه میریم برای پکا. دارک یه راش سنگین بدیم. یعنی دیمولوشر اینقدر قویه دیگه، واقعا هم اینقدر قویه. دیمولوشر دهنه سرویس. کاری با این حریف رو کنم دهنش رو کف کنم. گریویارد رو زدم. من گریویارد چرا زدم؟ بعد چرا اصلا حواسم نبود؟
خب یه ذره بیام کنیم بچه ها، نظرتونه؟ خب بچه من آخرش سوتی دادم، میگم بتایی دارم. خب میگم یه خود خواب اهمیت سر رموس این سوتی ها رو دادم. ساده چه رفت دنیا، یه بتل دیگه بزنیم. این اولین ویدیوی لدرمونه بچه ها، اینقدر پرقدرت دارم سعی میکنم وارد بشم و عرضم به خدمتون که سعیم بر اینه که تو کل سیزن جز تاپ 100 باشم و دیگه آخرش برم برای تا 50. دقیقا همون اتفاقی که سیزن گذشته رقم زدم. آها همینه. میبینید آقا یه نت درست من بدید، خدا وکیلی نمیگم حریفم کسی نمیشه، ولی هیچ شخصی نمیتونه راحت منو ببره. What the fuck. خوانه خود دارشو درست شد. نمیدونم، نظری ندارم. لاوای بچه ها فکر کنم ماینر؟ نه لوانی چیزه، بالون مالونه این. این بالونه احتمالا. کینگتاور اکتیو نشه صلوات؟ نه این والکری اجازه رو نمیده. اگه والکری نبود احتمالا با تورنادوی کاری میکرد که بره سمت کینگتاور دارک پرینس من. خب یه نایت یه بومبرز و دوباره پکا. اوکی نخواستم ریس کنم. با چینگ تاور اکتیو میشه الان بچه، الان هست که اکتیو بشه. آها خدایی از این بهتر نمیشه. بنداز دیگه داشت، بنداز. چی شانس تو چیه الان؟ تو بالون انداختن دیگه. بالون تو بنداز، بالون تو بنداز ببینم خواهی چی کار کنی. البته شانس برای خودش نمیبینه، بدبخت نابود شد. خیلی عالی، اولین ویدیوی لدرمون آقا از این بهتر میشد. شاید اگه بحث اینترنت تو 20 دقیقه اول نبود بهتر میشد. سوالی هست که خودم جوابشو دادم. خیلی خوب و عالی، 113 بریم یکی دیگه بزنیم ببینیم داستان از چه قراره. ترکیبای متا کم و بیش داره دستم میاد، چیزای خیلی خوبی دارم میبینم. خب اینو میشناسم، این باید اکسپو باشه، تو فرنیس هم دارمش. اکسپو واقعا با وجود نایت تکامل و کلا نایتی که دارم یه شانسی نداره جلو ترکیبم، واقعا نداره. قبلا یکی از ترکیبای خیلی سخت بود جلوش، نمیتونستم واقعا بازی بکنم، ولی الان قشنگ کارو در میاره. این نایت عالیه، نایت اوکی. نه ارزش ندارم داداش، داری یه جوری بازی میکنی. خب یه نایس بزنیم، بعد پکا رو بریم. اوه.
جان ایویس، محدوده تو قربون، محدوده زدن تو قربون. داشت دهنت سرویس. اوه اوه داره داستان میشه، خوب داره بازی میکنه. چی دهن سرویسی به پستمون خورد. هیچی نباشه تا 3000 میره، هیچی نباشه 2500 خوبه. الان اگه تصور کنید نایس نداشتم، به جاش بالون داشتم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم واقعا. فایر بال باید منتظرش باشیم. میدونم میزنه دهنت سرویس ما پرسن. ای بابا میتونم بزنمش ولی فعلا اونجوری که باید نتونستم بازی کنم. یه نایت ایو معذرت. یکی از بهترین واقعا دارم میگم اکسوپلیرایی که تا این لحظه به خودم خورد توی نیکی دوما، عجیب داره بازی میکنه. سطحش دیوانه کننده خوب بوده. دیوانه کننده خوب بوده تا این لحظه. او شیت چی دارم میبینم؟ چرا بی ام میکنی تو فرندیست همی تو؟ چرا منو باید بی ام بکنی آخه؟ یا این اون نیست؟ من این نفر داشتم همه اسم این بود، این اون نیست بابا، این اون نیست. عجب بتل عجیبی شد، خدایی بی خیال. بعد سرتون چند شدیم؟ خب بچه ها بسته دیگه، 146 توی همین ویدیو. ممنونم که نگاه کردید ویدیوی بنده رو. برای ادامه این همین از همین ادامش فردا میتونید از همین چند نظارگر باشید تا ویدیو